اومدید به برنامه ما آقای آرامش از مشارکت پهپادهای جمهوری اسلامی در جنگ روسیه علیه اوکراین تهاجم روسیه علیه اوکراین شروع کنیم رسانه های وابسته به سپاه پاسداران بدون هیچ ابایی تصاویرش رو پخش می‌کنند، ویدیوهای از در واقع این همکاری نظامی پخش می‌کنند. این چه تبعاتی میتونه برای جمهوری اسلامی داشته این پهپادهاشون هم خوب ثابت میشن به خصوص با علوات نظامی که ایالات متحده فراهم کرده برای مبارزین اوکراین خیلی خوبه برای تمرین هدفگیری بسیار عالی است نکته دوم اوکراین دارد روابطش را با اونهایی که در دایره روسیه قرار میگیرن کمتر می کند. من چند تا نکته را بگم در مورد تغییر مواضع ایالات متحده و فشارش و همکاریش با متحدینش اینکه اوکراین الان دارد این کار میکند عملا هم خط هم خان هست با مواضع دنیای غرب و دنیای آزاد من این نکته بسیار تاکید درش میکنم دنیای آزاد ایالات متحده همین دو شب پیش موقعی که تحریم ها چند هفته طول میکشند برای برداشتنش یک ساعته دو ساعته وزارت خارجه وزارت بازرگانی و خزانه داریم به دستور آقای بایدن اومدن تحریم های اینترنت رو برداشتن نسل ما زمان جنبش سبز ما همه دانشجو بودیم اونجا داشتیم بزرگ می شدیم ولی الان همه ما دیگه یاد چه از مدارس و حقوق آمدیم بیرون چه خدمت نظامی کردیم چه خدمت دو دولتی کردیم چه تو جاهای مختلف بودیم الان رفقا و دوستا و آشنا یا همه کسایی که با ما همکلاسی بودن یا وزیران و معاون وزیران یا خود ماها در اون وزارتخانه کار کردیم میخوام به کجا برسم اگر زمان جنبش سبز گروه‌هایی که مشکوک و مزنون به لابیگری برای جمهوری اسلامی هستند و میرفتند و نظر میدادند دیروز من خبر موثق دارم که ران کاین یعنی میشه رئیس دفتر آقای بایدن جیک سالیون رئیس شورای امنیت ملی و مشاور امنیت ملی و معاون ایشون ریجکت کردن قبول نکردند درخواست پشت سر همه یکی دو تا از این گروه های، هم جا تازه تأسیس، هم قدیم و برای مشاوره دادن گفتن شما فلان صبر کنید تشریف نیارید این خیلی مهمه زمانی که آقای ما بود از چند سال پیش آقای بن رودز برای اینها سفره انداخته بودن الان این خبر دیگر نیست من میگم بایدن خیلی فرق میکنه که از فرخاش دقیقا همینه یک روزه آمد تحریما رو برداشت و الان در رو به بس بخسیاری از اینها بستن و هر که حالا در توییت هاشون خیلی میگن ایران فلان بیسا ولی عملا باز میخواستن برن کاخ سفید و یک حرفو بزنن که حمایت رئیس جمهور آمریکا از مبارزات مردم آتو دست جمهوری اسلامی نه خیر، جمهوری اسلامی که دارد کرکتان میکند جمهوری اسلامی که دارد سرکوب میکند حمایت شما باعث سرکوب مضاعف نمیشه باعث ایجاد گرمدلی و دلگرمی مردم میشه و نکته آخر شما اگر میخواهید تاثیر تأثیر گذار باشید توییت میزنید هدفدار باشه هدفدار یعنی چه؟ سه تا نکته رو بگید نکته اول به حرف کسانی که میگویند حمایت از مردم ایران باعث خشونت می شود گوش نکنید یکم دوم حمایت از مردم ایران چه بکنید چه نکنید حکومت خشونت به خرج می دهد در هر صورت و نکته سوم حمایت از مردم ایران برای تغییر در موازات و در راستای منافع ملی و امنیت ملی ایالات متحده است شما نمیتونید فقط برید آه کنید و اونها رو ببینید بنگاه خیریه نیست بعد یک چیزی به اینها گفت که بله برای منافع ملی ایالات متحده این مهمه و مهم هم هست حرف دروغی نیست من وقتی آخر کسایی که تگ میکنید در این توییت ها مهم توییت ها مهم باشه هر کس چیزی نباشد چیف اف استاف در کاخ سفید ران کلاین ده اعضایی که الان هم دموکرات سرکارن. حالا شما میخواید هر کس بالاخره این حزبی است که الان سر کار چه بخوایم چه نخوایم آنهایی رو برین توییت بهشون بکنید که قابلیت تصمیم گیری دارن من یه توییتر رو زدم تمام اینها رو هم کردم اگه خواستن بتونن مردم استفاده کنند شورای سا... کمیسیون امنیت و خارجه سرا کمیسیون امنیت و خارجه مجلس نمایندگان خزانه داری رهبر دموکرات ها در سنا معاون رهبر دموکرات ها در سنا تمام کسانی که در کاخ سفید آدم های تصمیم هستند به در پرده نیستن خیلی از مردم شاید ران کلاین رو نشناسن ولی ران کلاین که رئیس دفتر آقای بایدن هست از لحاظ هم قانونی و هم اجرایی از از وز معاون وزیر خارجه معاون و... معاون رئیس خانم کامل هریس قدرت بیشتری داره اینها کسی هستن که باید خبر بهشون برسه و خبرها هم باید طوری برسه که یک گروهی که مزنون و مشکوک و متهم به لابیگری بر جمهوری اسلامی است فعلا تا دیروز درهای کاخ سفید برای اینها بسته بوده امیدوارم بستم خواهد باشه و ببینیم چه خواهد شد ممنون از توضیحات شما و حضورتون در استودیو برنامه و